مدرسه حضرت حجت علیه السلام. جناب شیخ محمد انصاری فرمود که در سفری که به سامرا داشتم، چون خواستم به سرداب مقدس مشرف شوم، از مغرب گذشته بود و نماز واجب را نخوانده بودم و دیدم در مسجدی که متصل به درب سرداب است نماز جماعت برپاست. من نمی دانستم که این مسجد در تصرف اهل سنت است و مشغول نماز عشا هستند. پس به اتفاق فرزندم وارد شبستان شده و در گوشه ای از شبستان مشغول نماز و سجده بر تربت امام حسین علیه السلام شدم. و چون نماز جماعت آنان تمام شد، از جلوی من گذشته و به حالت غضب به من نظر می کردند و ناسزا می گفتند. پس دانستم که اشتباه کرده و تقیه نکرده ام. چون همگی رفتند، ناگاه تمام چراغهای شبستان را خاموش و در را به روی من بستند. هرچه استغاثه کردم و فریاد زدم که من غریب و زوار هستم، به من اعتنایی نکردند. در آن وقت حالت وحشت و اضطراب عجیبی در من و فرزندم پیدا شد و می گفتیم اینها خیال کشتن ما را دارند. پس گریان و نالان با حالت اضطرار به حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام متوسل و از پروردگار به وسیله آن بزرگوار نجات خود را خواستیم. ناگاه فرزندم که نزدیک دیوار بود و ناله می کرد، گفت پدر بیا که راه پیدا شد. و ستونی که جزء دیوار و نزدیک به درب شبستان است بالا رفته. پس چون نظر کردم، دیدم تقریبا به مقدار 2-3 وجب ستون از زمین بالا رفته، به طوری که به آسانی از زیر آن می توان خارج شد. من و فرزندم از زیر آن خارج شدیم و چون بیرون آمدیم، ستون به حالت اولیه خود برگشت و راه مسدود شد. شکر خدای را به جا آوردم. فردا آمده و همان جا را ملاحظه کردم. هیچ اثر و نشانه ای از حرکت ستون دیده نشد و سر سوزنی هم شکاف در دیوار نمایان نبود.